عهدنامه های ایران در عصر قاجار، قسمت دوم، قرارداد مجمل، عهدنامه مقدماتی. Preliminary Anglo-Iranian Treaty. خانم ها و آقایان محترم، خواهران و برادران عزیز، دوستان دانشور و فرهنگ ورز، سلام بر شما. پیشتر به عهدنامه فینکنشتاین اشاره شد. این بحث پیرامون پیمان مجمل، بخش دیگری از عهدنامه های ایران در عصر قاجار است. در مقاله مربوط به همین بحث که در سایت خودم موجود است، متن کامل قرارداد مزبور را افزودم. در قسمت نخست، ضمن بحث پیرامون پیمان فینکنشتاین، توضیح دادم که زمان فتحعلی شاه قاجار، طی جنگ‌های ایران و روسیه، گرجستان از ایران جدا شد. در آن ایام روسیه و انگلستان هوای همدیگر را داشتند. در نتیجه فتحعلی شاه برای بازپسگیری سرزمین‌های از دست رفته به فرانسه رو آورد. به ویژه که ناپلئون بناپارت ضمن نامه‌ای به وی مطرح کرده بود که چه بسا از راه قفقاز و ایران به هندوستان لشکرکشی کند و نظر فتحعلی شاه و دربار ایران برایش اهمیت داشت. ناپلئون برای صحبت پیرامون یک قرارداد دفاعی که بعداً به پیمان فینکنشتاین شهره شد، نمایندگانی به دربار فتحعلی شاه فرستاد. قرار بود ایران در سرکوب انگلیس در هند جانب فرانسه را بگیرد و فرانسه هم در بیرون کردن روسیه از متصرفات ایران به این کشور یاری رساند. اما اوضاع دگرگون شد. ناپلئون به منظور مقابله با انگلستان با روس‌ها کنار آمد و به وضع ایران بی‌اعتنایی کرد. با روس‌ها قرارداد تیلسیت را بست و ایران را در برابر تجاوزات اون کشور رها کرد و عملاً پایه‌گذار از دست دادن مناطقی از کشور ما چون گرجستان و جمهوری‌های فعلی آذربایجان و ارمنستان گردید. وقتی ناپلئون در فرانسه به قدرت رسید، حمله به هند و ضربه زدن به منافع انگلیس در دستور کارش بود. انگلیس که دست اندازی فرانسه و روسیه را به هندوستان بر نمی‌تافت و به ویژه می‌خواست ایران حائلی بین روسیه و هند باشد، با دولت قاجار قرارداد مجمل و مفصل امضا کرد و وعده داد در جنگ با روسیه به ایران کمک نظامی نموده چنین و چنان خواهد کرد. وعده‌هایی که جز سراب نبود. ایران از عهدنامه مجمل ترفی نبست.
1809 میلادی 21 اسفند 1187 بین ایران و انگلیس عهدنامه مجمل امضا شد. عهدنامه مجمل را از سوی ایران میرزا محمد شفیع معتمد الدوله صدر اعظم و محمد حسین خان امین الدوله امضا کردند و سوی انگلیس سر هرفورد جونز. وی در دوره زندیه سابقه نمایندگی کمپانی هند شرقی را در بصره داشت و به واسطه روابط بازرگانی با ایرانیان به زبان فارسی مسلط بود. در مورد کمپانی هند شرقی بعداً توضیح خواهم داد. سر هرفورد جونز در آغاز اظهار داشت که تا هیئت فرانسوی که طبق عهدنامه فینکنشتاین برای مدرن‌سازی تجهیزات و سامان دادن قشون کشور و آموزش افراد آمده بودند تا آنها از ایران خارج نشوند کار به سامان نخواهد رسید و او وارد ایران نخواهد شد. این امر به ظاهر ناچیز می آمد، اما در واقع برای خلع سلاح شاه در برابر مقاصد انگلیس بود. همونطور شد که سر هرفورد جونز خواسته بود. وقتی جنرال گاردان فرانسوی و تیم همراهش بار خود را بستند و رفتند، او به تهران آمد. فوریه 1809 و بعد عهدنامه مجمل به امضای طرفین رسید، عهدنامه مقدماتی. از اون تاریخ روابط ایران و فرانسه به مدت 30 سال قطع شد. با انعقاد عهدنامه مجمل، انگلیسی ها در قبال یک سری تعهدات گنگ که به ایران دادن در جزیره خارک و خلیج فارس پا گرفتن و ایران ملزم به جلوگیری از عبور قوای کشورهای اروپایی به سمت هندوستان شد. عهدنامه مجمل ابطال قراردادهای ایران با دیگر دولت‌ها به طور خاص فرانسه و منع عبور قشون اروپایی را از ایران به منظور حمله به هند برجسته می‌کرد. یکی از اهداف انگلیس مهار ناپلئون و جلوگیری از اتحاد هند و ایران و افغانستان بود. قرارداد مجمل برای بریتانیا راهگشا بود، اما ایران در نهایت از آن طرفی نبست. نماینده ایران گفت: شما به اینجا آمده اید که سر ما کلاه بگذارید؟ در آغاز بحث به اتحاد ناپلئون بناپارت با امپراتور روسیه تزار الکساندر یکم اشاره شد و اینکه با انعقاد عهدنامه تیلسیت در 1807 میلادی پیمان فینکنشتاین عملاً نقض گشت. از منظر انگلستان، کنار آمدن فرانسه و روسیه در حکم تهدید قطعی منافع کمپانی هند شرقی بود. چرا؟ چون این اتحاد بالقوه می توانست زمین ساز حمله اون دو کشور به حکومت هند بریتانیا از طریق خاک ایران باشد. مقامات انگلیسی در لندن و هند به تپ و لپ افتادند ببینند چه بایدشون کرد. نخستین گزینه اونها نزدیکی به دربار فتحعلی شاه و اخراج هرچه سریع تر فرانسویان از ایران بود. ایران برای مقامات انگلیسی نقش دیوار حائلی را داشت که باید از هر گونه تعرض به هند به عنوان مستعمره زرخیز انگلستان جلوگیری می‌کرد. از خاطرات نماینده انگلیس سر هرفورد جونز چنین برمی‌آید که با طرف ایرانی میرزا شفیع مازندرانی بر سر یک ماده قرارداد کارشون به نوعی نزاع کشیده شده است. وی
بعد از مرگ میرزا شفیع در کتاب خاطرات خودش با اشاره به عهدنامه مجمل می نویسد: حین مذاکرات میرزا شفیع کنترل خود را از دست داد و گفت: ببینم آیا شما به اینجا آمده اید که سر ما کلاه بگذارید؟ من از جایم بلند شده به صدر اعظم گفتم: تو پیر مرد خرفت کل خراب چطور جرأت میکنی چنین سخنی به من بگویی که نماینده پادشاه انگلستان هستم؟ اگر به خاطر احترامی که برای سرورت شاه ایران قائل هستم نبود، مغزت را از سرت بیرون میریختم، البته اگر داشته باشی. و برای اینکه رفتارم با گفتارم متناسب باشد، او را با مقدار خشونت به طرف دیواری که پشت سرش بود هل دادم و لگدی به شمع‌ها زدم و در تاریکی از اتاق خارج شدم و بدون اینکه هیچ یک از ایرانیان جرأت کند جلوی مرا بگیرد، سوار اسبم شدم و به اقامتگاه هم برگشتم. این موضوع در روزنامه سفر خاطرات هیئت اعزامی انگلستان به ایران صفحه 135 ثبت شده است. متاسفانه این وضعیت موجب شد که طرف ایرانی در ادامه از موضع انفعالی به مذاکرات ادامه دهد و در نتیجه همون قراردادی که مد نظر سفیر بریتانیا بود به امضا رسید. حالا ببینیم شاه چه واکنشی نشان داد. فتحعلی شاه در تکریم، تأیید و پشتیبانی از سر هارفورد جونز به عنوان نماینده پادشاه انگلستان متنی با عنوان منشور همایون و شفقت خسروانه نوشت که اصل اون در موزه آقاخان در شهر تورنتوی کانادا نگهداری می شود. سند مزبور به لحاظ ساختاری و محتوایی قابل تأمل است. در متن و طرح و نقش اون جوهر، آبرنگ مات و آب طلا استفاده شده و خط به کار رفته در اون شکسته نستعلیق است. در قسمت بالای سند مهر فتحعلی شاه دیده می شود با این عبارت: العزت لله، قرار در کف شاه زمانه فتحعلی گرفت، خاتم شاهی ز قدرت ازلی. از ویژگی های این سند نقش شیر و اژدها به سبک بریتانیایی است که در سمت راست اون نقش شده است. شیر و اژدها از پلاکی شیر خورشید نشان محافظت میکنن که در بالای اون تاج کیانی قاجار مربوط به فتحعلی شاه بر روی بالشتک محافظ اون قرار دارد. این تصویر را در مقاله مربوط به همین بحث در سایت خودم گذاشتم. همچنین متن کامل قرارداد مجمل رو که در 1809 19 مارس تدوین شده است. در پایان توضیح بدهم در مورد کمپانی هند شرقی بریتانیا. کمپانی مزبور در ابتدا یک شرکت انگلیسی بود که ملکه الیزابت اول در 31 دسامبر 1600 میلادی امتیازنامه سلطنتی را به هدف کسب امتیازهای تجاری در هندوستان به اون اعطا کرد. کمپانی مزبور نیمی از کنترل تجارت دنیا را در اختیار داشت. به ویژه تجارت پنبه، ابریشم، رنگ نیل، نمک، ادویه، چای، تریاک و از این قبیل. این شرکت که سرآغازی بر امپراتوری بریتانیا در هند شد، در عمل زمام امور هندوستان را تا هنگام زوال، یعنی تا سال 1858 در دست داشت. کمپانی هند شرقی بریتانیا در اوج اقتدار خودش در سال 1803 میلادی ارتش حرفه‌ای داشت به استعداد 260,000 نفر که دو برابر نیروی زمینی بریتانیا بود. خانم ها و آقایان محترم، خواهران و برادران عزیز،
از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتیم و به این بحث با همه اشتباهات و نارسایی‌هایش توجه فرمودیم. در گذشته نباید زیست، اما به گذشته باید نگریست. گذشته پیش درآمد اکنون است. این بحث ادامه دارد. در قسمت سوم به قرارداد مفصل اشاره می‌کنم.